سلام آقا جون، کمک کرد دست من برمیاد؟ نداریم آقا جون، پول نداریم. نمیبینی حال روز ما رو مریض نگاه کن، داره پر میشه. شما فکر شیتیلتی؟ شیتیل چی آقا؟ ما شیتیل نخواستیم. ببخشید در اورژانس همینه؟ بله بله، سمت راست تشریف ببرید، میرسید به اورژانس. همینجوری گذاشتی که بره ازش شیتیل نگرفتی؟ آقا جون مثل که تو حالا شما بیمارستان نیومدی. اینجا پول اگه قرار کسی پرداخت بکنه باید آخر سر با صندوق حساب کنه. بفرمایید. بریم. بفرمایید. نه آقا جون، شیتیل چی آقا؟ بخواهم ببرمش پیش دکتر. کدوم دکتر؟ چه فرق میکنه دکتر؟ دکتر شما چرا به این دکتراتون فرق میذارید؟ آخه من باید بدونم که بیماری ایشون چیه تا بتونم درست راه نماییتون کنم. من مرضم فقط به دکترم میگم. خب کدوم دکتر؟ شما اینجا پرونده دارین؟ نه بابا، چه پرونده ای؟ اون یه سوء تفاهم بوده که حالا حل شده، راست ریسش کردیم. اون پرونده پزشکی رو میگم. اگه پرونده ندارین یا باید بیماریتون رو بگی یا اسم دکتری رو که میخواییم پیشش بری. بابا دیگه داری اذیت میکنی، شورش در آوردی. خب منو بفرست لای دست هر دکتری که دستش خالیه. آقای محترم، ما اینجا متخصص داخلی داریم، قلب و عروق داریم، گوش و حلق و بینی داریم، زیبایی داریم. خب همه اینا که شما میگی، ما خودمون دستمون تو کاره، میدونیم چی چیه. چشمات با کم مریض داره دست میره، بس یه دل درد ساده اینقدر دکتر میخواد. شما باید بریم پیش یه متخصص داخلی. اجازه بدین الان میگم براتون ویلچر بیارم. آقای مرادی، ویلچر چی چیه؟ بی زحمت اون ویلچر رو میارین؟ ویلچر نمیخواد. الان میان میبینین خود آقای مرادی توصیه. این چی؟ این خودش راه میره، لنگ داره، واسه چی بذاریمش تو گاری؟ نه، باید رو ویلچر بشین. آقای مرادی کمکشون کنین. بشین خب، حال بشین. بشین. بشین عمومه. دردت بسیاره. بیاریمون. بیاریمون. تیز خوش بده. آدش میزون بو. خواهیم یه صحبه کنم دو نمکی بزنیم. این آقا دارم خوش بند میشنم بهش مشکلونه بگیم بزن. از خودت که اموه میام این چه بخش ده؟ چه بیش کردی؟ اب نکنه. آمون علیکم. نفس عمیق. نفس عمیق. نفس عمیق. قفص سینه درد میکنه؟ نه. اینجا اینجا مال شوشش نی؟ مشکلی هست. بالا رو نیا کن. بالا رو. چشم شب کرده. خمون چوب. دند رو باز کن. اب که. خانم یه تقویتی و یه مسکن بزنید توی سرمشون. میگم اینا بهت کیسه ای واسه من دختر اومه. خب دوست عزیز، دردت بهتر شد؟ شما باید بگی. میزان درد و خود بیمار باید بگی. ببینم حالا دعوا نداشتی؟ دعوا نداشتم، ولی از صبح تا حالا 13 بار بالا آوردم. خب مشکلی نیست خانم، یه آمپول ضد تهوع هم بهشون بزنید. پا ما دیگه رفت زحمت کنیم، یک مشکل نیست. اجازه بدید سرمشون تمام بشه، جواب آزمایششون هم بگیرین، امشب تحت نظر باشن اینجا، اگه مورد نبود ایشالا فردا مرخص میشن. ببین داداش، صورت حساب اینا رو کی قراره بده؟ من پول اضافه ندیرم به کس بدم. اما با الان کسی صحبت پول کرد؟ نه. اجازه بدید عکس آزمایشش آماده بشه، ان شاءالله اگه مورد نبود فردا مرخص میشن.
پس سود شما تو این چیزاست. ببینیم اگه نخواهیم کس از مریضمون عکس بسونه کی باید ببینیمش؟ یه بار دیگه فشارش رو چک کنیم. آقای دکتر تقوی به بخش داخلی این باز دوباره که سرکلش پیداش. ببینیم اگه تو یه بار باید اینو چک نکردی. سلام دکتر. سلام، خسته نباشید. روزتون پرمریضی. متشکرم. شما؟ بشر هستم، مسئول آزمایشگاه. بشر این لوازم آزمایشگاهی رو میگی؟ خیر، بهناز بشر هستم. من اسمتونه؟ بله. خسته نباشید، ببخشید. بفرمایید. آقای دکتر، دستم به دامنتون. خواهش می‌کنم. بذارید ما رو اخراج کنم. نه خانم، چه اخراجی؟ ما خودمون رو کشتیم، چهار تا مثل شما رو پیدا کردیم و آوردیم اینجا. چه اخراجی؟ نه نمیذارم. واقعا خدا خیرتون بده. خواهش میکنم. منم همین لوله آزمایش ها. باور کنید صبح به صبح به امید یک نمونه بهتر از خواب بیدار میشم. به به. البته تعریف از خود نباشه، دست به میکروسکوپم هم حرف نداره. این زندگی رویایی مال شماست دیگه، زندگی کنین. شما لطف دارید. فقط میمونه جذب مریض بیشتر که برای اونم برنامه‌هایی دارم. بفرمایید. اگه شما اجازه بدید با شعار یک نمونه بده، دو تا جواب بگیر شروع می‌کنیم. بعد میتونیم سیستم حمایتی تشویقیمون رو از روی جواب بیاریم روی خود نمونه. مریض. یعنی چی؟ یعنی هر یک نمونه‌ای که به ما تحویل بدن، دو تا جواب رایگان دریافت می‌کنن. جالبه نه؟ یه دونه آزمایشی دو تا جواب داره. دقیقاً. خیلی خوشایند. میتونیم جواب آزمایش‌ها رو به صورت چهار جوابی در بیاریم. بدیم خود بیمار تیک بزنه. یکی دوست داره اوره داشته باشه، یکی دوست داره کلسترول داشته باشه، یکی هم اصلا دوست نداره چیزی داشته باشه. جالبه نه؟ خیلی قشنگه. اینجوری اصلا خودشون هم راضی ترن. دقیقاً. آفرین. آی دکتر، چرا ما همیشه باید از درد و مرض مریضا پول در بیاریم؟ سلام. سلام. بله. چرا نه از شادی های مردم درآمدزایی کنیم؟ شما هر جوری که راحت هستین خانم اون کارو انجام بدین. خب من پیشنهاد دارم براتون. بفرمایید. ببینید این رادیولوژی ما. بله. ما توش هم فیلم داریم، دوربین داریم، زینک داریم، بل. نور داریم، منو داریم. شما هم هستیم، بله. بیام یه آگهی بدیم برای عکاسی عروس و داماد در زوایای خاص. چه جاله؟ تو رادیولوژی؟ آره. میان عکس عروس و داماد تو رادیولوژی. آره، چرا نه؟ هم از ظاهرشون عکس میگیریم هم از باطنشون. وای ببینید چقدر آوانگارده. فرض کنید تو مراسم عروسی یه عکس از مینیسک زانوی داماد به همراه جمجمه خواهر عروس این قابای کوچولو کوچولو به صورت گیفت به مهمونا بدین. بعد حالا عکس زانوی بابای داماد. اتفاقا چند وقت دیگه عروسی خود منه. چه جالب. با کی؟ با خانومم. برای عکس عروسی خودمونم میایم خدمت شما. عالیه. به به. به شما تحالم خوب عکس میگیرین؟ بله، خیالتون راحت. مثلا از همه کارام نمونه دارم، آلبوم کردم تو اتاق رادیولوژی تشریف بیارید. بله، من دو تا عکس تحال خوب میخوام قاب کنم برای شب عروسی بزنم بالای تلویزیون برای باجن آقام. اونام دکترن، میخوام سلوحه کارشون قرار بدن. ببین اولی مشتری منم جذب شدن. حالا که اینطور شد برای آزمایش قبل از ازدواجتونم بیاییم پیش خود من. حتما زحمت میدیم، دست شما درد نکنه. واقعا خوشحالمون کردیم. خواهش میکنم. واقعا ممنون. وظیفمه. خواهش میکنم. ببین واقعا اگر چهار تا دکتر فهیم مثل ایشون تو این بیمارستان بود اینجا بهشت میشد. بله، ببینین فهم و شعور یه چیز ژنتیکیه، یا هست یا نیست. فهم و شعور مال من هست، در من هست، اینجوری هم منم واقعا از فهم و شعور شما خانوما تشکر میکنم که اینقدر. سلام. سلام بهروز جان، یه لحظه میشه بیاییم با تون کار دارم. سلام. بهروز جان میشه؟ آره، اتفاقا زی تو کی پاشدی؟ کی اومدی؟ کی رسیدی؟ اتفاقا الان ذکر خیر شما و من بود. گفتم میخوایم عروسی کنیم، بعد قرار شد همکارا زحمت عکاسی عروسیمون رو گردن بگیرن. ممنونم. دستشون در به خودتشون در مورد کار حرف میزدیم. بیا یه لاسه. میدونم آخه من جلوی اینا زشت. به خودتش میگفت لولای آزمایش کن. به خدا من میدونم تو الان میخواید فکر کنم. برو بپرس. در آسانسور باز میشود. طبقه یک. سلام علیکم. خوش آمدید. سلام، حال شما چطوره؟ حسین
خوب هستین آقای دکتر؟ متشکرم خیلی من دیشب خیلی فکر کردم. واقعا حیف نیست بیمارستان به این بزرگی با این امکانات با این استعدادها حرکات فیزیوتراپی بنده ناشناخته بمونه؟ کاملا حق داریم. ما با تمام وجود با در اختیار بیمار باشیم. من متوجه هستم. به خاطر همین من یه سری فیلم‌های آموزشی تهیه کردم که می‌خوام در اختیار علاقه‌مندان قرار بدم. بله. یعنی چه جوری؟ ما بودجه نداریم برای این کارا. مثلا بودجه نخواستم من. چی؟ نخواستم. این بیمارستان به این بزرگی من یه سری کلاس در واقع راه اندازی می‌کنم و حرکات فیزیوتراپیمو به کسایی که دوست دارن آموزش میدم. تعلیم بدیم. بله تعلیم میدم. شما فکر کنین که کسایی که علاقه‌مندان بیان حرکات فیزیوتراپی منو یاد بگیرن. حرکات فیزیوتراپی یک نفر. بله. حرکات فیزیوتراپی دو نفره. حرکات فیزیوتراپی دست چند. حرکات فیزیوتراپی برای مهمانی ها. حرکات فیزیوتراپی برای عروسی ها، جشن ها، مجالس. شما فکر کنین من متوجه شدم. شما فکر کنین تو یکی از این در واقع عروسی ها یه نفر بیاد یه چاقو دستش باشه و با حرکات فیزیوتراپی من بندازه این بر بندازه این بر این بر این بر این بر متوجه شدم تکون نخورید پروسس بله حتما میتونم اینو جهانی کنم به چه صورت یعنی بدین صورت که تمام کسایی که در واقع شاگرد من هستن حرکات فیزیوتراپی من در مسابقات جهانی ببرن اجرا کنن چی میشه این بیمارستان میره رو هوا چرا؟ تمام حرکات فیزیوتراپی من میتونه صادر بشه اون بر آه من اینقدر هیجان زده شدم اصلا فشارم رفت بالا من به خاطر همین اینجام ازتون خواهش میکنم یه سری این حرکاتو انجام بدین دست راست دست چپ حالا پشت گوش یه دونه یه دونه حالا این بر دوتا حالا دست راست یه دونه یه دونه حالا دست چپ دوتا راست و چپ با هم یکی دوتا حالا دوباره بیار پشت گوش یه دونه در حالی که چیزی برو رو بینی بده بالا این حرکت رو قطع نکن بده بالا حالا بیا اینو بیا پایین من پیاده شویم اوقات خوشی برای شما آرزو می کنیم بفرمایید درب آسانسور بسته می شود درب آسانسور بسته هوای داخل آسانسور 27 درجه می باشد طبقه 5 خوش آمدید سلام علیکم کجا؟ من با دکتر کاشف کار دارم امزیم علی ساعت کار مطب از 8:30 تا 9:30 صبح بجد خ میکنی؟ من مریض نیستم میخوام ببینمشون ساعت کار بیمارستان از 3:30 نصف شب تا 7 بعد از ظهر است من سخت داری میگیری یا؟ داری به من پیشنهاد رشوه میدی؟ فکر کردی که من نظم و انضباط بیمارستانه به 40,000 تومن میفروشم آقا نمیکنم میگم برای چرا اینجوری میکنی برمیداری میگم خواهد شغلت راضی نیستی بگو شغلم راضی نیستم فکر کردی من نظم و انضباط بیمارستانه به 20,000 تومن میفروشم ما میتونیم دوستای خوبی برای هم دیگه باشی برمیداری بگو برمیداری کن میکنی بدون که من نظم و انضباط بیمارستان را حتی به 5,000 تومن هم نمیفروشم آدم میگم این چیز یه جور دیگه مثل که من باید با تو صحبت بکنم تقاطع همت کردستان به دلیل واژگونی خودرو ترافیک سنگین گزارش سلام عرض میکنم میبینی دکتر جون چه ولوله‌ای وفاست چه فعال نمایی میکنم یه وقت من ندارن دست چهار تا مریض بیارم تو اورژانس معذرت میخوام پس کجا ببرن مریضا رو چی میدونم کجا ببرن ببرن لابی ببرن اتاق عمل خبرشون ببرن سردخونه توی اورژانس باید آرامش و سکوت برپا باشه عزیزم اورژانس که جای آرامش و سکوت نیست آرامش و سکوت میخواین تشریف ببرین کویر کبیر اتفاقا ایده کبیر خیلی ایده خوبیه میخوایی به بچه ها بگم با یونول دکورشو بزنن؟ با چی؟ یونول اصلا کاری نداره ببینین 5 تا فرقون شن و ماسه میخواد 4 تا استنبلی خار و خاشاق و بوتنجقه 3 تا سوتمار طبیعی باشه بهتره و سیدی صدای باد بیمار خودش که تو اونجاست طبیعت رو میبینه نمیرین یه گوشه میخوابه
آن یعنی میخواین کویر بزنین تو اورژانس؟ بله. ببینید، درد سری کم، فعالیت خیلی اندک، پول زیاد. بدون درد و خونریزی با یه آژانس مسافرتی هم حرف میزنیم، تور یه روزه اورژانس خوبه. یک بی شخصیتی اومده با شما کار داره. آن وکیلمه. کجا سلام؟ داره خونای دماغش پاک میکنه. خسته نباشین واقعا. میشه لطفا صداش کنین بیان؟ فقط یک موضوعی رو عرض بکنم. یک گروه امداد و نجات هم نیاز هست که این بیمارا لای شورزار گم میشن بتونن پیداشون. وای راست میگن دیگه دکتر، موبایل که آنتن نمیده، جی پی اس هم کار نمیکنه، باید یه فکری بکنین. ای بابا من دوباره باید فکر کنم. همه این کارا این بیمارستان رو ریختن رو سر من. مگه قرار نبود تو بری بلیت بگیری برگردی؟ هر شد دیگه، کلا ممنون خروج شدی، رفت فرم داره میره. ممنون خروج شدم؟ ممنون خروج. کی منو ممنون خروج کرد؟ رفتی زنه رو گرفتی، همه طلبکار نزول خوبه، همینطور هیچه خیفتت میکنن دیگه، ممنون خروج شدی رفت. بعد تو برای ممنون خروجیم چی کار کردی؟ من یه قاچاقچی خوب پیدا کردم، قایق خوب، آب خوب، یکم پول میخواد، یکم کرال سینه. یعنی من سهراب کاشف بهترین جراح پلاستیک خاورمیانه قاچاقی برم اروپا؟ تا اروپای سخته، اونجا بعد دیگه حل میشه، برمیداره میره دیگه. چیش حل میشه؟ اونجا هم خشکی هست، هم حوله هست، هم خود دستی برمیداره میذاره میره، حل نمیشه دیگه. به من چی تو رفتی زن گرفتی؟ رفتی نمی قرض بالا بوده دستی صورت مرتبه دیگر کب کردیم چی که اخی منو گرفتی بردارم. الان من چه غلطی بکنم؟ قرار تو عمل بکنی کم پول داره وردارم برم دیگه. من چجوری پول دارم؟ مگه نمیبینی چه بلبشویه؟ آره اینجا که اینجوریه. یارو گفته که هر کسی مریض خودشو ورداره بیاره درآمد زایی کنه برای بیمارستان. یارو کیه؟ امین زهتاب مالک. غلط کرده؟ مگه همینجا الکیه پیدا کردن مریض؟ امسال ما رفتیم خونه دل خوردیم، رفتیم واحدهای مریضیابی پاس کردیم، این رشته الان داره تو دنیا تدریس میشه، مگه الکی تو همینجوری بذاری ورداری بره؟ تو مریضیابی خوندی؟ اگه حمله بر خود ستایی نباشه دیگه ماشوش جان. مگه تو وکالت نخوندی؟ کاشف؟ من وکالت نمی کنم، من از ارتباطاتم استفاده میکنم، میذاری میری؟ اینو الان باید به من بگی بعد از اینکه 7 سال وکیل منی؟ کاشف اشتباه نکن، من هر وقت عذاب بگیری تازم. بازاریاب مریض دیگه چیه؟ من یه مثال ساده براتون میزنم. ببینین این بیمارستانه، این بیماره، ما اینو میخواییم برسونیم به این. یعنی چی؟ یعنی بیماره برسونیم به بیمارستان، این کار ما درشی میذاریم ور میداری میره. یعنی در واقع ایشون با شناخت بیمار از یک سو و امکانات بیمارستان از سوی دیگر حلقه واسطه این دو پارامتر میشه. دکتر از شما بعیده، این بیمارستان تازه تأسیس مواد سطح خدمات رسانی رو ببریم بالا، میزان رضایت مریض رو ببریم بالا، طرفه رو بیاریم پایین تا بتونیم به موقع خدمت رسانی کنیم، بیمارستان رو بندازیم سر زبون ها. اینی ولشته، اینی ولشته، این میلیارد میلیارد یعنی بدبخت است، اینه داره باز خودش بالا پایین میکنه دارایی منو. آقا جون من یه سوال علمی از شما داشتم، جواب مار بدی. بفرمایید. شما الان دقیقاً ما چی میخواید؟ اون ما به چی میرسیم؟ آقا شما که چیز خاصی نمیخواد که، یه دستمزد ثابت به من میدی، یه پرسنت هم از هر مریضی که من میانم جه برمیدی میدی به من، من اینجا رو قلقله میکنم تموم شد رفت. این استخدام است و اموه این استام من بده من انگوشت اینی بزنم. اموه چیه؟ من اینجا رئیس بیمارستان، من با این کسب درآمد مخالفم، این جذب مریض به درد نمیخوره. آه. من مخالفت میکنم. آقا شما چه چغل بازی در میاری؟ شما میخوای خدمت کنی، من مریض میارم شما خدمت کنی؟ دکتر میخواد بشکافتش، من میارم بشکافتش. آره
دکتر میخواد بیمار خوشگلش بکنه، من میارم دکتر خوشگلش بکنه. شما میخوای مریض من بیارم اینجا بدوشیش، من میارم بدوشیش. یه صحبتن چی میگی؟ شما استخدام یالواد. آقای زهتاب، من رئیس بیمارستانم 100% مخالفت میکنم. آره دکتر، برای چی مخالفت میکنی؟ شما که نمیخوای رئیس بیمارستان خالی باشی. ایشون برمیداره میاری، برمیداره میاره دیگه. خب من جان، شما اگر میخواید خدمت کنید و خدمت رسانی، باید مریض باشه که این کارو بکنه. بله دیگه، این استخدام است و تا من استام نزدم نرد. و آقا جون، هر کی با من موافقه دست چی بیاره بالا. خیلی خوب، باید چیکار کنم؟ آقایون داداشم، گفته بشم امشب چپ مهمی از صبح، یعنی نکه غیر از فردواسین خراب شده مریض بیاد. من گفتم این خوشحالیار یه جور دور هم باشیمون. بنده معتقدم که طور دیگه هم میتونیم دور هم باشیم، هر کسی بره سر جای خودش و زندگیش. نه دیگه، گفتیم که امشب دور هم باشیم، اون اختلاطامون رو بکنیم، حرفامون زده باشیم. دیگه حرفی نمونده که، جا از شما، کار از ما دیگه. نه داداشه، کار محکم کاری اب نمی کنه که. شرکا هر چقدر هم با هم اختلاط بکنن، بازم حرف حواس زدن. آره من تو فیلیپینم با دکترها تو خوابگاه همینجوری کنار هم میخوابیدیم راحت. من نمیدونم چرا اینجا یه خورده اذیتم. خب بس دیگه، بریم سراغ اصل مطلب دیگه. خب پس بخوابیم. چی رو بخوابیمون؟ حال که سرشب تازه. این اموه سهلته یه هفته هم دلش بونده بود، میخواد خودش خالی کنه. اموه پاش بر هفته بزن. من باید به خود دکتر هیومن بگم. پاش بگو. حالا که من الان این ورم، شما اون ور باشه برای بعدن. پاش بگو. الان باید بگم. من باید قبل از حرف زدن فکر بکنم. آدم باید بره تو جای خودش فکر بکنه. اب نکردی که؟ نه. دوستان لطف کنید، لطفاً بخوابیم، فردا صبح خیلی کار داریم. آره این اولین جراحی منه، جلوی خانواده ماندانا خیلی برام مهمه آبروم حفظه. کاش یه جراحی ساده نباشه، یه جراحی توپ باشه. خب مهم اینه که آدم وظیفه‌شو درست انجام بده. بله من رو حرفام فکر کردم. یعنی دوباره میخواین از رو ما رد چین؟ اون دفعه من اومدم، الان نوبت اون دکتره که بیاد. حالا صبح میان دیگه، حالا یه جوری میشه. حالا الان طور باب ننت تربیتت نکردن. پاش برو این چی میگه؟ پاشو برو زودتر تموم شه. اب نکردی؟ نه خوبم. بفرمایید، در خدمتم. الان دیر وقت باشه برا فردا صبح. پاشو برو سر جات بخواب. ممکنه همونجا بخوابن؟ نه، هر کسی توی جای خودش. بله هر کسی توی جای خودش. اینم باب ننه، بفرمایید. اب کردی؟ نه بابا، چه عیبی کردم؟ من اصلا عیب نمی کنم. خب فقط قبل از خواب من میخواستم یه چیزی خدمتون عرض کنم، و اونم اینه که یک چیزی تو دل من هست باید بهتون بگم. فردا روزه بسیار مهمیه، درسته؟ آره. خب و ما خیلی خوشحالیم که کارمون رو با هم شروع میکنیم. من برای رسیدن به این نقطه تلاش بسیار کردم و خونه دل بسیار خوردم، و از شما میخوام که همونطور که تا الان کنار من ایستاده بودید، از این به بعدم کنار من بایستید و لحظه ای عقب نشینی نکنید. من قول میدم در مدت کوتاهی این بیمارستان را تبدیل به یک بیمارستان بزرگ در این مملکت بکنم، داری که همه برای اومدن به این بیمارستان سر و دست میکنم. خب
خانم ها آقایون، واقعا این شور و اشتیاق شما برای ورود اولین مریض قابل ستایش هستش و من میدونم این نشد میگیره از عشق و وفاداری شما نسبت به کارتون، ولی واقعا یک ورزشگاه، پرستار و دکتر لازم نیست. یعنی این جمعیتی که اینجا جمع شده برای مراسم استقبال از یوری گاگارین هم جمع نشده بود. بریم به بخش مربوطه، ما مریض اومد میفرستیم همونجا. بفرمایید. باریکالله. چشی رو بفرمان، یه نفر اینا لنگیش اینجی بذاره اون بر، ببین من چرا سر تک تکشون میارم. آقای زهتاب لنگیش چیه؟ خب شاید اصلا مریض نیاد. نیاد غلط میکنه که نیاد، مگه دست خودشه؟ تا صبح داشتم کاغذ رنگی قیچی میزدم، 210 تا بادکنک باد کردم با توجه به بیماریم. به من چه مریض آجون میخواست باد نکنه؟ سن دو سالش نگه کن، مکتیر طایفه این فامیلی نا قول نداد یه مریض ورداره بیاره اینجی. اگه نیاره اینجی باسماس هوارش میکنم به رو سر تک تک شماها. اگه منظورشون اینه که این دوست شما رو میشه رو حرفشون حساب کرد یا نه؟ اینو عرض کنم این حالتی که من الان کلن در زندگی هستم از صدق سر ایشونه دیگه، خودتون حساب کنید. مریض آوردم، اولین مریض. بیمارستان فوق تخصصی حاشیه خوش آمدید. من دکتر هومن زهری هستم. چه خدمتی از من ساخته است؟ آقای دکتر من به بیماری نادر بلاستولیز سلولهای بینابینی خود مبتلا شدم. به من گفتن شما یکی از اون سه متخصصی هستید که این بیماری رو درمان میکنه. درسته، جای درستی اومدید. آقای دکتر، من در خدمت شما برای درمان، مطالعه، تحقیقات. امیدوارم وسیله هایی باشم برای پیشرفت علم پزشکی. حتما همینطوره. منم به شما قول میدم هنگام دریافت نوبل پزشکی یادی از این فداکاری شما بکنم. سلام دوست عزیز. سلام علیکم. این بیمارستان مال شماست. بیمارستان باسماس، ملکیشم باسماس، دکتراشم باسماس، درآمدیش باسماس، تجهیزاتیش باسماس، کلهم اجمعین اینجیه، کلن باسماس. ببین دوست عزیز، من دنبال یک بیمارستان خوب میگشتم که این 6 میلیارد پول رو توش خرج کنم. چه بیمارستانی از بیمارستان شما بهتر؟ هر کاری دوست دارین با این پولا بکنین، فقط یه قول به من بدین. چی؟ اگر دوست داشتین منو بستری کنین، و اگرم دوست داشتین ویزیتم کنین. اما قول دوم که مهمتره، قول بدی تا قرون آخره این پولا رو خرج کنین. راستکی؟ بله دوست عزیز، راستکی. یعنی این پولا باسماس برای شما. بله. اوه 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 اوه
داداشه کجی رفتش؟ حنا دختری در مزرعه. ماما حنا هنوز خوابه؟ میدونم جلوی نزش به خدا داشت میگفت بلای آزمایش اینا اصلا نگران تو نیستن اینا نگران پولاشون پولاشون تو فکر کردی بابات ماهی $100 ماهی $100 برای بفرسته از کجا بود اون خونه ها برای خریدش پول لازمه شما مشغول به کار شدی؟ زنمو بدین من برم حتما شما منزل تهیه کردین شما 5 سال زحمت کشیدین دو روز اداری هم روش آی دکتر شما الان نقدینش چقدره یعنی شما پزشکی آی دکتر شما پروانه طبابتتون رو فلوشیپتون رو در اون نظام پزشکی گرفتین اینجا که همه چیز بود از قبلش به من یه اطلاعی میدادین یه ککی درست میکردم همچی 5 تا انگشتتون رو باش میخوردین منم میگفتم دوستان بیان ببین اینجا که جاش نیست اگه مریضش خوب بود شب همه اینجا هم خونه بابای ماندانا مریض آوردم اول مریض آب فرمه مردمی آب فرمه بفرمایید. 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 بفرمایید.